کرزی به فرانسه رفت، اما چرا؟ به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایین ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. کرزی برای شرکت در تشییع جنازه ژان شیراک به فرانسه رفت. کاخ الیزه اعلام کرد که در فرانسه امروز با پیکر رئیس جمهور پیشین فرانسه ژاک شیراک خداحافظی میکند. قرار است در این مراسم رهبران 80 کشور شرکت کنند. به گزارش اسپوتنیک، در این میان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با ژاک شیراک بسیار روابط دوستانه داشت. رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی، رئیس جمهور ایتالیا، رئیس جمهور آلمان، نخست وزیر بلژیک و لبنان، رئیس کمیسیون اروپا نیز حضور خواهند یافت. این مراسم در کلیسای جامع سن سلیپیس بر ریاست امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه برگزار می شود. یک روز عزاداری ملی در سراسر فرانسه اعلام شده است. پرچم این کشور در ساختمان‌های دولتی نیمه افراشته می شود. این در حالی است که مشاور امنیت ملی افغانستان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از آواد در یک خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی در این مورد آمده است که دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه به منظور اشتراک در 74مین نشست سازمان ملل متحد روانه نیویورک شد. قرار است وی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست سخنرانی کند. محب در این سخنرانی روی وضعیت جاری کشور، انتخابات ریاست جمهوری، سال و موضوعات بیشمار دیگر سخن گفت. در این دیدار وی روی همکاری‌های سازمان ملل با افغانستان تمرکز خواهد کرد و اینکه کشور ما با این همکاری‌ها در مسیر خوب به پیش می‌رود و باید ادامه یابد. دکتر محب علاوه بر این، موقف دولت و مردم افغانستان در ارتباط به صلح را نیز بیان داشته و از جهانیان خواست که از پروسه صلح و مالکیت و رهبری افغانها حمایت و پشتیبانی نمایند. وی همچنین در ادامه این سفر در بعضی از نهادها و مراکز سخنرانی کرد. یادآوری میکنیم که پیش از این اعلام شده بود که ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه، به نمایندگی از افغانستان عازم نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است. این در حالی است که اسدالله خالد میگوید انتخابات ریاست جمهوری به گونه موفقانه برگزار شد. ولایت های لوگر، کنر، جوزجان، فاریاب و کندز ولایت های هستند که بیشتر تهدیدات امنیتی داشتند. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از تولونیو، سرپرست وزارت دفاع و داخله، چند روز قبل بعد از پایان روند رایدهی در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند و درباره چگونگی تامین امنیت در آن روز به رسانه ها گزارش دادند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، گفت آن روز هیچ رویداد بزرگی که قابل نگرانی باشد در کشور رخ نداد. آقای خالد می افزاید که حمله های طالبان به مراتب نسبت به انتخابات گذشته کمتر بود و نیروهای دفاعی کشور توانستند طرح حمله های این گروه را خنسا کنند. مسعود اندراوی نیز می گوید که طالبان آن روز 68 تحرک را بر مرکزهای رایدهی در سراسر کشور انجام دادند، اما همه ناموفق بودند. او افزود طالبان هفته گذشته دست به هشدارهایی زدند که انتخابات را ناکام خواهند کرد، اما نیروهای امنیتی طرح و تحرکات آنها را ناکام ساخت. سرپرست وزارت داخله کشور اظهار داشت که 468 مرکز رایدهی به دلیل تهدیدات امنیتی، حضور نیافتن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و مشکلات تکنیکی بسته ماندند. مسئولان امنیتی میگویند که همین حالا نیروهای امنیتی مصروف انتقال برگه های رایدهی از ولایت به مرکز هستند. عبدالله عبدالله میگوید نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که تیم ثبات و همگرایی پیروز انتخابات است. با گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی درست پس از انتخابات در اولین کنفرانس خبری گفت انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. آقای عبدالله تصریح کرد که نتیجه انتخابات را کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد، اما او گفت که بررسی های تیم ثبات و همگرایی نشان می دهد پیروز انتخابات است. عبدالله عبدالله از تصمیم کمیسیون انتخابات
مبنی بر باطل کردن آرای بدون بایومتریک استقبال کرد و از کمیسیون شکایت خواست به شکایت ها رسیدگی کند. همزمان با اعلام پیروزی از سوی عبدالله عبدالله، کمیسیون انتخابات میگوید هیچ نامزد حق ندارد. قبل از اعلام نتیجه از سوی کمیسیون اعلام پیروزی کند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب ماه بعدی اعلام خواهد شد. کمیسیون انتخابات هیچ نامزد حق ندارد اعلام پیروزی کند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که هیچ نامزد انتخاباتی حق ندارد پیروزی خود را اعلان کند و این حق کمیسیون انتخابات است که بعد از بررسی تمام نتایج نامزد برنده را اعلان کند. با گزارش سپوتنیک، حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اولین بار است که در افغانستان انتخابات با شفافیت بلند برگزار شده است. تاکنون 7500 فرم از طریق آنلاین به سرور کمیسیون انتخابات رسیده و فرم هایی که باقی مانده به زودی به سرور مرکزی انتقال داده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از به دست آوردن شمارش آرا اعلام خواهد کرد، اما می گوید که تا حال شمارش کل آرا به پایان نرسیده و به ما منتقل نشده است. پیش از این عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری، از طریق صفحه فیسبوک خود گفته است که طی دو روز گذشته ما نتایج ولایت‌های مختلف را مورد مطالعه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آرای زیادی را داریم. عبدالله عبدالله بیان داشته که نتایج بررسی ما در دو روز گذشته نشان می‌دهد که تیم ثبات و همگرایی پیشتاز است و انتخابات در دور اول به نتیجه خواهد رسید و نیازی به دور دوم نخواهد بود. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست و کمیسیون های انتخاباتی باید جلو مداخله اداره احصایه مرکزی در روند انتخابات را بگیرند. وی همچنین میگوید متاسفانه برخی از مقامات در ولایت در پروسه انتخابات مداخله کردند که همراه آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سرنوشت کشور تنها بر اساس رای سالم، ثابت و پاک مردم تعیین می شود. این در حالی است که مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون انتخابات، در یک نشست خبری گفت ارقام سطح اشتراک رای دهنده ها در ولایت کندز و تخار به استثنای 20 مرکز به دست آمده، اما گزارشات فرا و بدخشان هنوز زیر کار بوده و کوشش ها جریان دارد تا ارقام سطح اشتراک رای دهندگان و جدول نتایج آن به دست آید. او افزود هدایات کتبی و رؤسای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی ارسال گردیده تا تخلف، تقلب و تخطی هایی را که میبینند مستندسازی کرده و با رهبری این کمیسیون ها شریک سازند. به گفته این کمیشنر کمیسیون انتخابات، مطابق قانون و تقویم انتخابات نتایج اولیه در مراکز اعلام شده و قرار است نتایج ابتدایی در 27 میزان و نهایی آن در 16 عقرب اعلام گردد. وی خاطر نشان ساخت که در ولایت های فرا و بدخشان تغییرات در قسمت تامین ارتباط و ارسال مواد انتخاباتی به دست نیامده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.